مریضی صعب العلاج سحر صفدری در امریکا. گریه های جانسوز موجی بارس برای همسرش. دلیل مریضی سحر صفدری در امریکا چی بوده است و چرا دیگر در برنامه های رسانه ایش شرکت نمی کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سحر صفدری و موجی بارز، دو مجری، دو تهیه کننده برنامه های رسانه‌ای در افغانستان و دو گرداننده موفق و با استعداد کشور بودند. سحر صفدری به کارهای رسانه‌ایش از سن نوجوانی در تلویزیون جهانی خورشید آغاز کرد، اما بعد از آن که به شهرت و محبوبیت خوب رسانه‌ای دست پیدا کرد در تلویزیون جهانی طلوع پیوست و با دوست و همکارش موجی بارز نامزد شد. موجی بارز یکی از مجریان و تهیه کننده برنامه های بزرگ اجتماعی و تفریحی برای تلویزیون جهانی طلوع بود و از آغاز نوجوانی کار با رسانه های افغانستان را آغاز کرد، اما در تلویزیون جهانی طلوع مدت 13 سال همکاری داشت و شهرت و محبوبیت خوب رسانه‌ای کسب کرد. موجی بارز و سحر صفدری در افغانستان محفل نامزدی با شکوه برگزار کردند، اما نظر به تحولات رژیمی در افغانستان این دو مجبور به ترک خاک کشورشان و مقصد امریکا شدند. سحر صفدری و موجی بارز در امریکا ازدواج کردند و اکنون صاحب دختری هستند. اما چند می شود سحر صفدری در شفاخانه در امریکا بستری بوده است. این خبر از طرف دوستان سحر صفدری تایید شده است. به همین خاطر مدت می شود دیگر برنامه رسانه‌ای نداشته است. وی در حالت بدی بوده است و موجی بارز از تمامی دوستان و طرفدارانش طلب دعا و نیایش برای خانم عزیزش کرده است. من هم از بارگاه عزت لایزال شفای عاجل برای سحر صفدری خواهانم. عزیزان و دوستان کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان سحر صفدری و موجی بارز به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر، تمام شما خوبان را بلای منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.